سرخط خبرها. قطع صادرات گاز روسیه به لهستان و بلغارستان. اتحادیه اروپا مسکو را به باشخواهی متهم کرد. احضار بعضی مقام‌های دولت روحانی به دادگاه تخلفات اداری. یک عضو هیئت رئیسه مجلس می‌گوید آنها به سوء مدیریت متهمند. اقدام جنجالی آلمان برای اسکان آوارگان جنگ اوکراین. شماری از پناهجویان افغان از اقامتگاهشان اخراج شدند. و عملهای زیبایی خطرناک در مصر. بسیاری خود را به دست افراد و مراکز فاقد صلاحیت می سپارند. سلام، به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. روسیه صادرات گاز به لهستان و بلغارستان را متوقف کرده و گفته که این دو مشتری عمده‌اش باید پول گاز را به روبل پرداخت کنند. اتحادیه اروپا این حرکت را باشخواهی توصیف کرده. همزمان در 63 روز تهاجم به اوکراین، روسیه مدعی شده که کل منطقه خرسون در جنوب را تصرف کرده. علی خردپیر گزارش می‌دهد. اصابت ترکش‌های جنگ اوکراین به سبد انرژی لهستان و بلغارستان. شرکت دولتی گازپروم روسیه صادرات گاز به این دو کشور را متوقف کرده. تصمیمی که واکنش اتحادیه اروپا را برانگیخته و مسکو را به استفاده از گاز به عنوان ابزار تهدید متهم کرده. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا این اقدام گازپروم را غیر قابل قبول دانسته و گفته که این اتحادیه در پی جایگزین است. اتحادیه اروپا برای این سناریو آماده بوده و در تلاش است که از تحویل جایگزین و بیشترین میزان ذخیره ممکن در سراسر اروپا اطمینان حاصل کند. روسیه خواستار دریافت روبل پول رایج خود در قبال صادرات گاز است. درخواستی که لهستان و بلغارستان با همه وابستگیشان به گاز این کشور نپذیرفتند و میگویند مسکو قراردادش را نقض کرده. البته که این اتفاق تعیین کننده است. این نقطه عطفیه که امروز به واسطه روس‌ها شتاب گرفته. ولی خب با به پایان رسیدن قرارداد بلند مدتمون ما برای قطع تأمین گاز از روسیه تا پایان دسامبر امسال برنامه ریزی کردیم. روس‌ها سرعتش رو افزایش دادن ولی ما میتونیم از پسش بر بیاییم. صادرات گاز یکی از منابع اصلی درآمد دولت روسیه است و اروپا ضرورت تنوع در تامین انرژی مصرفیش را دریافته. در حالی که توجه‌ها به آنچه میان روسیه با لهستان و بلغارستان می‌گذرد جلب شده و نگرانی از افزایش بهای انرژی در قاره سبز بالا گرفته، اینجا در اوکراین جنگ به 63 روز کشیده شده. وزارت دفاع روسیه می‌گوید که منطقه خرسون را تصرف کرده، ادعایی که تاییدش هنوز ممکن نیست. پیشتر ارتش روسیه کنترل شهر خرسون را در این منطقه به دست گرفته بود. اوکراین نگران برپایی همه‌پرسی از سوی کرملین در خرسون است به قصد جدایی. وزارت خارجه بریتانیا حالا در پی برنامه بلند مدت پشتیبانی نظامی از اوکراین است. پیشنهاد تأمین سلاح سنگین، تانک و هواپیمای جنگنده از سوی اعضای ناتو. تا اینجا غرب از چنین برنامه‌ای خودداری کرده بود تا سبب تحریک روسیه نشود. حالا به نظر می‌رسد در سومین ماه تهاجم روسیه رفته رفته ورق بر می‌گردد. علی خردپیر، بی بی سی. محسن صهدوست، پژوهشگر روابط بین‌الملل در دانشگاه کوینزلند از بریزبن در استرالیا با ما هستند. آقای صهدوست، اتحادیه اروپا این حرکت روسیه رو باشخواهی توصیف کرده. چقدر ممکنه منجر بشه به پاسخ هماهنگ اتحادیه اروپا یا دست کم کشورهایی که الان دارن گاز وارد میکنن مثل آلمان که بخوان پاسخ مشابهی بدن و نخوان که از این به بعد به گاز روسیه وابسته باشن؟ درود بر شما. بله، بین جنگ اوکراین در واقع به مرحله رسیده که هیچ کدوم از طرفین، نه روسیه و نه کشورهای حامی اوکراین، کشورهای اروپایی اعضای ناتو، حاضر نیستن که کوتاه بیان یا تن به باخت بدن در حقیقت در این جنگ. بنابراین طبیعی هستش که هر دو طرف از ابزاری که در اختیار دارن
استفاده خواهند کرد برای تضعیف دیگری، همونطور که در گزارشتون گفتیم با مثال قوای تقویت قوای نظامی اوکراین توسط کشورهای حامی اوکراین صورت خواهد گرفت و در کنار تحریم هایی که علیه روسیه اعمال شده برای تضعیف حداکثری قوای نظامی روسیه در اوکراین خواهد بود. اما متاسفانه مسیری که داره وارد میشه جنگ در اوکراین به سمت یک مسیر یک جنگ فرسایشی هستش که در اون ممکن سالها طول بکشه و احتمال اشتباه محاسباتی از هر طرف بالا میره و امکان درگیر کردن کشورهای غربی هرچی بیشتر و کشیدن پای اینها به جنگ بیشتر خواهد شد. دیروز آلمان گفتش که تانک‌های ضد هوایی خواهد داد به اوکراین که تغییر عمده‌ای در سیاست‌های آلمان محسوب میشه. قراره که لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا هم از ارسال تجهیزات تهاجمی جنگی به اوکراین حمایت کنه. انتظار میره که این کارو انجام بده. فکر می‌کنید که اگر که همچین چیزی بشه چقدر معادلات رو روی زمین تغییر میده؟ ببینید، این تلاش هایی که برای تضعیف قوای نظامی روسیه و تقویت قوای نظامی اوکراین هست، شرایط جنگ رو به گمان من اگر افزایش پیدا بکنه شرایط جنگ رو بسیار بحرانی خواهد کرد، شرایط بسیار نگران کننده ای رو به وجود خواهد آورد، به دلیل اینکه روسیه وارد این جنگ نشده که بخواد جنگ رو ببازه. اگر در شرایطی خودش رو ببینه که در حال باخت هست و داره ضرر زیادی در جنگ میبینه، احتمال استفاده از گزینه تسلیحات هسته‌ای خیلی بالا میره. راندن روسیه به گوشه رینگ و افزایش فشار اقتصادی نظامی به صورت حمایت نظامی که از اوکراین میشه و درگیر شدن تا این حد در جنگ اوکراین، عواقب بسیار بدی رو برای اوکراین خواهد داشت. همینطور که دیدیم که هل دادن اوکراین به طرف ناتو، درخواست از اوکراین یا دعوت از اوکراین برای پیوستن به ناتو منجر شد به حمله نظامی روسیه. هرچه بیشتر فشار از طرف غرب صورت بگیره، به نظر من عواقب بحرانی‌تری برای اوکراین اتفاق خواهد افتاد و در حقیقت هیچ برنده‌ای در این جنگ ما نخواهیم داشت. هزینه برای هر دو طرف هست، برای هم برای روسیه و هم برای اوکراین. شاید تنها برنده جنگ چین هست که دو ابرقدرتی که روسیه و آمریکا هستند در نقطه دیگه مشغول به درگیری هستند و در مقابل هم قرار گرفتند. ممنونم محسن صلح دوست، پژوهشگر روابط بین الملل. چند خبر کوتاه. وزیر دفاع چین در تهران با رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. ابراهیم رئیسی در این ملاقات به سند همکاری‌های جامع 25 ساله ایران و چین اشاره کرد و گفت که روابط راهبردی دو کشور فارغ از تحولات بین‌المللی ادامه خواهد داشت. وبسایت ریاست جمهوری ایران به نقل از وزیر دفاع چین هم گفته که تقویت روابط دو کشور برای منطقه و جهان امنیت آفرین است. ژنرال وی فنگ که پیشتر در دیدار با همتای ایرانیش محمد رضا قرایی آشنایی درباره افزایش سطح همکاری راهبردی و نظامی گفتگو کرد. روزنامه بریتانیایی گاردین به نقل از منابعی در حکومت ایران گزارش کرده که بدهی 400 میلیون پوندی بریتانیا به ایران بابت لغو فروش تانک‌های چیفتن هنوز به دست تهران نرسیده. بریتانیا این بدهی را همزمان با آزادی دو شهروند دو تابعیتی در ایران پرداخت، اما گاردین از قول یک مقام ارشد ایرانی گفته که این پول در عمان بلوکه شده و فقط 1 میلیون پوند از آن به تهران رسیده. اما بانک مرکزی ایران گفته که این پول دریافت و حتی استفاده شده. وزیر بهداشت ایران گزارش‌ها درباره مازاد تولید واکسن را رد کرده و گفته که واکسن‌های کرونا بلا مصرف در انبارهای این وزارتخانه انبار نشده. بهرام عین‌اللهی گفته که وزارت بهداشت بر اساس قرارداد از تولید کنندگان ایرانی واکسن می‌گیرد و آن را مصرف می‌کند، اما اگر شرکتی بیش از اندازه تولید کرده وزارت بهداشت مسئولش نیست. پیشتر روزنامه شرق گزارش داده بود که میلیون‌ها دوز واکسن ایرانی بدون مشتری داخلی و خارجی در انبارها مانده‌اند و تاریخ مصرفشان به زودی تمام می‌شود. خبرگزاری هرانا میگوید بهنام موسیوند فعال مدنی زندانی در ایران
بعد از 8 روز اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد. آقای موسیوند 2 روز پیش از زندان رجایی شهر کرج به بخش قرنطینه زندان اوین منتقل شده بود. او در اعتراض به شرایطش اعتصاب غذا کرده بود. گفته شده حال عمومی او خوب نیست. آقای موسیوند با اتهامات امنیتی به 5 سال حبس محکوم شده. در ایران خبرگزاری برنا میگوید پرونده بعضی از مقام‌های دولت حسن روحانی در دادگاه تخلفات اداری در دست بررسی است و بعضی از آنها تفهیم اتهام شدند. برنا این خبر را همراه مصاحبه‌ای با علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس منتشر کرده و به نقل از او گفته بخشی از این روند قضایی به دلیل شکایت نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های تخصصی از معاون اول و وزیران دولت پیشین است. در این خبر به مسائلی از جمله ارز 4200 تومانی، ضعف تولید و فروش نفت، سوء مدیریت بحران کرونا و افزایش قیمت مسکن اشاره شده. احمد علوی پژوهشگر اقتصادی از استکهلم سوئد با ما هستند. آقای علوی، چه انگیزه هایی باعث شده که الان این پرونده ها روی کار بیاد و برن سراغ پرونده های مشخصا افرادی که در دولت آقای روحانی بودند؟ خدمتتون عرض کنم که بنا به اصل 137 قانون اساسی در مورد تصمیماتی که به وسیله کل کابینه تصویب میشه، همه وزیران در واقع مسئول هستند و اگر قراره کیفرخواست یا اتهام متوجه یک وزیر بشه، خب این زیاد موجه نیست بلکه کل کابینه. منتها سوالی که مطرح میشه اینه که همین مجلس چرا در دوره ای که دولت قبل بر سر کار بود این ادعاها رو مطرح کرد؟ منتها انگیزه این به اصطلاح مسائلی که الان پیش آمده و به هر حال کیفرخواست ها یا فرضاً ادعاهایی که میشه، اینه یکی اینکه خب دولت فعلی به ریاست رئیسی در حدوداً 9 ماه بر سر کاره و 1/5 زمان خودش رو، عمرش رو استفاده کرده و نتونسته تغییرات شگرفی ایجاد بشه. بنابراین یک راه برای اینکه این به اصطلاح پرسش ها رو جوابگو باشن و به هر حال این است که مشکلات رو ارجاع بدن به دولت قبل و به هر حال به نوعی تبرئه کنن دولت فعلی رو. اما از اون جهت که در با توجه به ناکارآمدی دولت فعلی امکان داره که وزرای دولت قبل یا حتی بخشی از دولت قبل دوباره در انتخابات شرکت بکنن و رأی بیارن یا اینکه فرضاً بتونن قدرت رو کسب بکنن به نحوی، بنابراین این اقدام مجلس در این سوس که بتونه این شانس رو از اونا بگیره. بنابراین انگیزه سیاسی بیشتر پشت این ماجراست تا انگیزه های به اصطلاح موجهی که به لحاظ قانونی بشه اون رو توجیه کرد. بیاد بیاریم که مشکلاتی که اینجا شده مشکلاتی است که نه تنها دولت قبل بلکه دولت پیش از اونم متهم است که اونا باعث این قضایا شدن. بعضی از این مسائلی که توسط یکی از نماینده‌های مجلس مطرح شده به عنوان اتهام، این فرضیه رو قوی‌تر می‌کنه که شاید مسئله سیاسی باشه، اینکه برفرض دولت نتونسته در نفت و گاز سرمایه‌گذاری بکنه یا به موقع واکسن سفارش نداده، که خیلی‌ها به نظر نمیاد که مستقیماً متوجه دولت بوده باشه. بله، البته چنین است و البته این مشکلات ساختاری اقتصاد ایرانه و سایر نهادها مثل قوه قضاییه یا خود قوه به اصطلاح مقننه، از اون جهت که به هر حال در این تصمیمات به شکل تقنین، به شکل به حساب قانونگذاری مشارکت داشته، این قوا هم مشارکت داشتن و از طرف دیگه بخشی از این مشکلات مشکلات حقیقی است، بخشش مشکلات حقوقی است. بیاد بیاریم که دولت فعال مایشا نیست، تمام قدرت رو در اختیار نداره که بشه اون رو متهم کرد که دلیل همه مشکلات اونه. بخشی از این قدرت مربوط است به ساختار اقتصاد ایران و البته دخالت‌های شخص ولی فقیه و نهادهای مربوطه در مشکلاتی که وجود آمده. بنابراین اگر قرار است کسی یا فردی یا نهادی مورد اتهام قرار بگیره، کل حاکمیت، کل ساختار اقتصاد ولایت ایران و البته در رأس اون شخص علی خامنه‌ای رهبر این حکومته. ممنونم ازتون احمد علوی با ما. نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. شرکت گازپروم روسیه صادرات گاز به لهستان و بلغارستان را قطع کرد. یک عضو هیئت رئیسه مجلس ایران میگوید بعضی مقام های ارشد دولت روحانی به اتهام سوء مدیریت به دادگاه تخلفات اداری احضار شدند. در ادامه برنامه
عملهای خطرناک زیبایی در مصر بسیاری خود را به دست افراد و مراکز فاقد صلاحیت می سپارند. دولت آلمان صدها پناهجوی افغان را از خانه هایشان بیرون کرده تا آوارگان جنگ اوکراین در آنها اسکان داده شوند. مجله فارن پالیسی اخیراً در گزارشی به نقل از مقام‌های آلمانی گفته که برای تأمین نیازهای مهاجران اوکراینی چاره دیگری نبوده. روین رهنوش گزارش می‌دهد. تجمع هزاران آلمانی اندکی پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان. اعتراضشان این بود که حکومت ناکام شده و نتوانسته افغان‌های بیشتری را به آلمان بیاورد. این آلمانی گفت برای دولت شرم‌آور است که آدم‌ها را در خطر رها کرده. 12,000 افغان در بیش از 8 ماه گذشته وارد آلمان شدند، یکی از کشورهای عمده مهاجرپذیر اتحادیه اروپا. بسیاری از آنها پس از مدتی اقامت در هتل‌ها به خانه‌های در نقاط مختلف آلمان منتقل شدند. آتش جنگ روسیه در اوکراین اما دامنگیر افغان‌ها هم شد. قیمت‌ها در داخل افغانستان بیشتر شد و در دیگر نقاط جهان هم تأثیر خود را گذاشت. میلیون‌ها اوکراینی آواره راهی کشورهای اروپایی از جمله آلمان شدند. نشریه فارن پالیسی در گزارشی داستان یک خانواده پناهجوی افغان را نقل کرده که چند روز پیش در برلین مقام‌های آلمانی دروازه خانه‌شان را زدند و خبر غیرمنتظری داشتند. از خانواده افغان خواستند که خانه‌شان را در اختیار مهاجران تازه آمده از اوکراین قرار دهند، بدون پرسش و بدون چانه زدن. به آنها گفته شد که در مدت 24 ساعت بیرون شوند. داستان مشابه صدها افغان دیگر. در کل ما در آلمان نوی همبستگی جمعی را در قبال مهاجران و پناهنده های اوکراینی می‌بینیم که متاسفانه افغان‌ها را در سطوح مختلف متاثر ساخته. همون قسمی که من اشاره کردم، روند پناهندگی افغان‌ها، کسانی که از افغانستان به آلمان آورده می‌شوند، این به آهستگی پیش میره. 316,000 اوکراینی با عنوان پناهنده در آلمان ثبت نام شدند. مقام‌های حکومت آلمان گفتند کودکان و زنان پناهنده اوکراینی نیازمند سرپناه هستند. به گفته آنها افغان‌ها از خانه‌هایشان خارج نشدند، بلکه از مراکز موقتی پذیرش پناهجویان به مناطق دیگر منتقل شدند تا جا برای اوکراینی‌ها باز شود. علی حسینی، بی بی سی. روسیه میگوید حضور دیپلمات طالبان در سفارت افغانستان در مسکو به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. وزیر خارجه روسیه دیروز در دیدار با دبیرکل سازمان ملل گفت که در این باره هماهنگ با همسایه‌های کلیدی افغانستان عمل می‌کند. روسیه اولین کشوری بود که دیپلمات طالبان را پذیرفت. ایران، پاکستان و ترکمنستان هم سیاست مشابهی در پیش گرفتند. روین رهنوش گزارش می‌دهد. روسیه میگوید یک دیپلمات طالبان در مسکو تایید شده که کارش را پیش ببرد. این دیپلمات حدود 3 هفته پیش در سفارت افغانستان در مسکو حضور یافت. اتفاقی که در حال حاضر شاید تنها تحکیم رابطه طالبان باشد. این معنایش به رسمیت شناختن دیپلماتیک نیست. ما در اینجا با همسایگان کلیدی افغانستان هماهنگ عمل می‌کنیم. چین کنفرانس نمایندگانی را میزبانی کرد که ما با کشورهای آسیای مرکزی، پاکستان و ایران در آن شرکت کردیم و بر مبنای واقعیت‌هایی که در حال حاضر اتفاق می‌افتد کار می‌کنیم. بعد از سقوط دولت و دست طالبان، بسیاری از همسایه‌های افغانستان تا کنون با آنها با سیاست مدارا برخورد کرده اند. از این میان مسکو هم با گروه طالبان رابطه نزدیکی دارد. سفارت روسیه در کابل اعلام کرد که اولین پرواز شرکت هوایی دولتی آریانا به مسکو دیروز صورت گرفته. پس از این پروازها هر هفته دوشنبه از کابل به مسکو و سه‌شنبه از مسکو به کابل انجام خواهد شد. وزارت ترانسپورت طالبان گفته پروازهای شرکت آریانا به ایران هم آغاز خواهد شد. اولین پرواز جمعه اول اردیبهشت ثور به مشهد. هر هفته 3 پرواز. پروازهایی که روابط بازرگانی دولت زیر اداره طالبان را توسعه خواهد داد. روین رهنوش، بی بی سی.
سوریه میگوید چهار نظامیش در حمله موشکی اسرائیل در حومه دمشق پایتخت کشته شدند. وزارت دفاع سوریه همچنین از زخمی شدن سه نظامی دیگر خبر داده. رسانه‌های دولتی میگویند موشک‌ها از شهر تیبریاس شلیک شده بودند و پدافند هوایی سوریه بیشتر آنها را پیش از اصابت منهدم کرد. اسرائیل هنوز در این باره چیزی نگفته. مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا دیشب به پایان رسید و حالا تنها تیم ایرانی باقی مانده در این مسابقه ها فولاد خوزستان است که اتفاقا در گروه خودش اول شد. تیم های ایرانی نزدیک به 3 دهه است که در این معتبرترین مسابقات باشگاهی آسیا قهرمان نشدند، هرچند که در سالهای اخیر پرسپولیس 2 بار به فینال رسیده. پوریا جافره گزارش میدهد. فولاد خوزستان برای آخرین مسابقه مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا جلوی شباب الاهلی امارات در حالی وارد زمین شد که از صعودش به مرحله حذفی مطمئن بود و این مسابقه رقابتی بود برای تعیین تیم اول گروه. فولاد که در این دوره علی‌رغم همگروه شدن با 2 تیم آماده قاره نتایج خوبی گرفته بود، مثل همیشه تمرکزش روی دفاع بود. در نیمه دوم روی این ضربه کرنر و اشتباه عجیب دفاع تیم اماراتی در دفع توپ، فولاد به 1 پنالتی رسید. ضربه پنالتی را چیمبای برزیلی، بازیکن کهنه‌کار فولاد، با فریب دروازه‌بان حریف گل کرد تا فولاد جلو بیافتد. 75مین گل شیمبا با پیراهن تیم خوزستانی. اما وقتی فقط 8 دقیقه به پایان بازی مانده بود، روی این اشتباه دفاع فولاد، شباب موفق شد بازی را مساوی کند. نتیجه نهایی فولاد خوزستان 1، شباب الاهلی امارات 1. نتیجه‌ای که جلوی برد فولاد را گرفت، ولی سرنشینی این تیم را نه. تبریک میگم به فوتبال ایران، به مردم خوب استان خوزستان، هوادارامون با این سرنشینی که توی گروهمون اول شدیم، نشون دادیم که چه تیم با کیفیتی هستیم. توی این گروه مقابله کردن با 2 تا از بهترین تیم‌های قطر و امارات باعث خوشحالیه که ما جامو بدون این تورنمنت رو بدون باخت پشت سر گذاشتیم و تونستیم 12 امتیاز بگیریم. به نظرم کار بزرگی بود. واقعا به بچه‌ها، به بازیکن‌های تیمم خسته نباشید میگم. حالا فولاد باید آماده دوره حذفی شود، جایی که حریفان سخت‌تر هم خواهند شد، مثل الدحل قطر که در یک بازی تشریفاتی موفق شد سپاهان، یکی از آماده‌ترین تیم‌های لیگ ایران را 5-2 ببرد و زردهای اصفهان را از آسیا حذف کند. پوریا جعفر، BBC. تحقیقات BBC در مصر نشان داده که 10 نفر بدون صلاحیت در صنعت زیبایی مشغول فعالیتند. آنها زندگی بسیاری را به خطر می‌اندازند و جای زخمی که باقی می‌گذارند ممکن است تا ابد بر بدن افراد بماند. پزشکان می‌گویند مصر تلاش کرده به یک مقصد گردشگری پزشکی تبدیل شود، اما توان پاسخگویی به تقاضا را ندارند. بر اساس قانون مصر، جراحان زیبایی باید یا متخصص پوست باشند یا جراح پلاستیک. اما خبرنگاران مخفی BBC مدارکی از یک مؤسسه زیبایی گرفتند که آنها را برای کارهایی مثل تزریق بوتاکس، ژل و درمان با لیزر دارای صلاحیت معرفی می‌کند. BBC دریافته که 10 نفر شاغل در صنعت زیبایی مصر بدون داشتن صلاحیت خود را پزشک جا می‌زنند که غیر قانونی است. از طریق اینترنت هزاران نفر را پیدا کردیم که از آسیب‌هایی که خدمات زیبایی به آنها وارد کرده شکایت داشتند. در جریان تحقیقاتمان با بیش از 100 زن گفتگو کردیم. اونا تشویقم کردن که ظاهرم رو کاملا تغییر بدم. اینا موهاییه که در 10 روز اول ریخت. تجربه چند زن را از یک کلینیک شنیدیم که خدمات برداشت مو با لیزر در آن توسط شاگردان انجام می گرفت. وقتی داشتن لیزرم می کردن، بوی سوختگی پوستم رو احساس می کردم. درمانش 1.5 سال طول کشید. ما با مخفی کردن هویتمان سعی کردیم مدارک لازم را به دست بیاوریم که به ما اجازه می‌دهد بوتاکس و ژل تزریق کنیم و با لیزر عمل برداشت مو انجام بدهیم.
بیشتر مراکز زیبایی که بی بی سی به آنها مراجعه کرد از آموزش به ما سر باز زدند. دوره‌های زیبایی فقط برای پزشکاست. دلیلش این است که در مصر برای تزریق بوتاکس و فیلر باید متخصص پوست یا جراح پلاستیک باشید. حتی برداشت مو با لیزر باید زیر نظر پزشک صورت بگیرد. اما اشرف جاد، مدیر مؤسسه بریتانیایی مصری، با اینکه می‌دانست ما صلاحیت لازم را نداریم، قبول کرد که ما را آموزش دهد و کمکمان کند تا کلینیک زیبایی خودمان را راه بیاندازیم. تجربه آمپول زدن نداری؟ نه. خیلی خوب. او یک جراح پلاستیک را برای آموزش ما آورد. بی بی سی از دو جراح پلاستیک خواسته که روند آموزش را بررسی کنند. ما یاد میگیریم چی کار کنیم تا سر از زندان در نیارید. بعد از چند وقت اینقدر تجربه پیدا میکنید که میتونید مثل یه پزشک تزریق کنید. ممکنه بوتاکس یا فیلر آدم رو بکشه؟ نه. تزریق بوتاکس یا فیلر همیشه تا حدی ریسک داره. به خصوص خطر واکنش آلرژی که ممکنه به مرگ منجر بشه. دوره آموزشی سه روزه دکتر مدنی خیلی کمتر از آنچه که فکر می‌کردیم درباره شیوه این عمل‌ها به ما یاد داد و خیلی بیشتر درباره اینکه چطور ادای دکترها را در بیاوریم. با یک کت سفید داخل می‌شی و این چیزا و اگه دکتر صدات کردن تکذیب نمی‌کنی. اما کارشناسان به ما گفتند که سوراخ کردن یک بطری استریل اجازه می‌دهد عفونت به آن وارد شود و سر سوزن را هم خراب می‌کند. وقتی سر سوزن رو به پلاستیک فرو می‌کنی، تزریق به مریض خیلی درد داره. اخم کن، اگه سوزن به رگ برخورد کرد ایرادی نداره. وقتی هنگام تزریق به رگ یا شریان آسیب می‌رسونیم، ممکنه مشکل لخته شدن خون به وجود بیاد. ما حتی به یک سرنگ یا یک نفر دست نزده بودیم، اما مدارکی دریافت کردیم که به مراجعان نشان می‌داد صلاحیت کار را داریم. بی بی سی با دکتر مدنی و اشرف جاد تماس گرفت، اما آنها از جواب دادن خودداری کردند. وزارت بهداشت مصر در سالهای اخیر کلینیک های زیادی را به دلیل استخدام کارکنان فاقد صلاحیت و یا نداشتن پروانه های لازم بسته، اما مقرراتی برای مراکز آموزش خدمات زیبایی وجود ندارد. من از هر کسی که دکتر یا مراکزی رو میشناسه که به افرادی بجز پزشکان آموزش میدن، میخوام که اطلاعاتشون رو با ما در میون بذارن تا روش تحقیق کنیم. اتحادیه پزشکان که بر کار پزشکانی مثل دکتر مدنی نظارت دارند به بی بی سی گفت پاسخگویی به تقاضای بالا در این صنعت به سرعت در حال رشد برایشان دشوار است. این وضعیت باعث شده زنان و مردانی که در پی خدمات این چنینی هستند در برابر جراحات و سوء استفاده گران آسیب پذیر باشند. ممنون که با ما همراه هستید. We'll be right back.